خیلی ها عقیده دارند که مهاجرت به آمریکا کار مشکلی است. بله، می تواند مشکل باشد. اما هر مشکلی می تواند آسان شود، به شرطی که به دست متخصص آن کار سپرده شود. دکتر ندا زمان راه مهاجرت به آمریکا را برای شما هموار می کند. دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. مهاجرت از طریق کار، فامیلی، پناهندگی، جلوگیری از اخراج از آمریکا، ویزای نامزدی و ازدواج، گرین کارت و سیتیزنشیپ. دکتر ندا زمان در بیورلی هیلز، 310-855-0992 و 310-855-0993. خب دوستان عزیز، باز هم با افتخار در کنار آقای دکتر پرویز قدیریان، پروفسور پرویز قدیریان هستیم که ایشون یکی از بهترین ها از نظر من در فرهنگ تغذیه هستند و راهنمایی هایی که در رابطه با سرطان و جلوگیری از اون میکنن باعث شده که بین جامعه ایرانی بسیار محبوب باشن و تلفن ها، تماس های زیادی که از طرف شما داریم باعث میشه که ما مزاحم وقت بسیار محدود ایشون بشیم و لطف میکنند و ما رو همراهی میکنند. قبل از اینکه به سوالاتم بپردازم بگم که اگر میخواین که واقعا یک انسایکلوپدیایی برای خودتون تو خونه داشته باشین در مورد سلامتی، فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت خانواده رو که در 5 جلد دکتر پرویز قدیریان، پروفسور قدیریان اون رو تهیه کردن، لطف کنید اون رو تهیه بفرمایید که فکر میکنم در منظر هر کدوم از ما ایرانیان این زحمت پروفسور قدیریان واقعا واجبه که وجود داشته باشه. از شرکت کتاب میتونید تهیه کنید و یا با شماره 514-323-2174 تماس بگیرید و اردر بدید تا براتون فرستاده بشه. قربان، سلام عرض کردم، سپاسگزار از وقتی که در اختیار ما میگذارید. با درود مجدد به شما سرکار خانم شیرازی و همه همکاران شما و همه بینندگان عزیز. سپاسگزارتون هستم، ممنونم که این وقت رو در اختیار ما گذاشتید و طبق معمول همیشه میخوام از آخرین اخبار پزشکی ازتون جویا بشم که در دنیای پزشکی چه میگذره. اگه نظرتون باشه، یکی از این برنامه ها صحبت کردیم که در شیر مادر یه ماده پیدا کردن که میتونن مشکل ترین نوع سرطان رو درمان کنن. درسته. اخیراً این ماده پیدا کردن، پروتئینی پیدا کردن دانشمندان آمریکایی در نیویورک که سوپر باک یا ویروس ها میکروب هستن که در اثر خوردن آنتی بیوتیک های زیاد در بدن مقاوم میشن و آدم از بین میبرن. اینو پیدا کردن که میتونه اون جلوشو بگیره. سوپر باک الان در بیمارستان هستش، مثلا در بیمارستان که من کار میکنم سالی 150 نفر به علت بیماری یکی از این ویروس ها میکروب ها بنامه سی دیفیسیل از بمیرن. مریض میره بیتی چیزی مریض خیلی کم داره میره بیمارستان دیگه بر نمیگرده، یا افرادی که میرن با ملاقات مریض بعدی که این بیماری میگیرن و از بمیرن، هیچ دوایی نداره. خیلی جای چیز خوشحالیه که دانشمندا تونستن این پروتئین پیدا کنن که این طور میکروبای قوی رو از بین ببره و بتونن جلوی مرگومی رو بگیرن. خدا رو شکر. پس شما توصیه‌تون اینه که حتی مقدور اگر بدن نیاز نداره، چون ما عادت کردیم تا یکم سرما می‌خوریم میریم پیش دکتر التماس هم می‌کنیم یه زیپک بهمون بده. حالا اینو هممون یاد گرفتیم. موافق نیستید که بیخودی زمانی که بدن احتیاج نداره رو بیاریم به آنتی بیوتیکا؟ من همیشه توصیه می‌کنم که تا سعی می‌کنید دور و بر بیمارستان و محیطی که بیماران مختلف واسه هستن ندید. برای اینکه میدونید با سرماخوردی کوچیک با یه سردرد کوچیک ما میتونیم تحمل کنیم و بهتر بشیم. ولی دیده شده متاسفانه، من خودم اینجا میبینم که افرادی که با تن سالم رفتن بیمارستان ولی که برای نگشتن اینو باید مواظب بود. حتما. حالا که مطالعه شده خیلی جالب، دانشمندان تایوانی اومدن مطالعه کردن یک تزیاری رو زیر نظر گرفتن برای مدت 12 سال. دیدن افرادی که روزی فقط 15 دقیقه ورزش میکنند
سه سال بیشتر از دیگر اون میکنن. سه سال بیشتر، 15 دقیقه فقط. و افرادی که بعد دانشمندان استرالیایی اومدن یه برنامه اجرا کردن، میگفتن که افرادی که روزی 6 ساعت جلو تلویزیون میشنن 5 سال زودتر از دیگران عمرشون از دست میدن. ایداد بیداد، 15 دقیقه به 6 ساعت با ویلا 5 ساعت گفتن. اینه که باید موازه بیدن. بعد یک موضوع خیلی مهمی ازش نمیدونم چون اون مصرح کنیم، این که تغییر وضع بدن انسان در روزهای مختلف ماه. آها. چیز بشر از هزار سال قبل میدونستن که بعضی از روزهای ماه خیلی مهم هستش، مخصوصا موقعی به صورت پاییز که میوه میچیدن سعی میکردن واسط ماه، یعنی ماهی که کامل بود یا میگن فولمون، اون موقع میوه میچیدن. بعد میافتن که برای اینکه در میوه آب بیشتری ذخیره خواهد شد و میوه بهتر میمونه. الان ثابت شده که در وسط ماه، در ماهی که به صلاح ماه شب 15 که میشه، این سطح رودخونه ها میاد بالا، سطح دریا ها میاد بالا و اون بخاطر اختلاشات الکترومغناطیسی ما هستش که بر روی این اثر میذاره. خیلی مسئله جالب است. اومدن بررسی کردن یه دیزیادی رو در مدت 30 روز، اینا رو هر روز غذاشون رو بررسی کردن، مقدار آبی که مصرف کردن، مقدار آبی که از کلیه دارم شده، فهمیدن که اون موقع که فولمون هستش اینا بعضی بشر، بعضی آدم زیادتر میشه. خیلی جالب هستش که از در بهداشتی اینو پیدا کردن که این باعث میشه که مقداری از گلوبول قرمز خون آدم بیاد پایین. یه پروتئین مخصوصی هستش که بره بالا و در همچون روزهای سکته قلبی و مغزی به وجود خیلی کمتر به وجود بیاد در فول مون. اگر شما شنیدی، حتما شما شنیدید، خانم های حامل هستن میگن که در حتی چند روز مونده به بسیار وقت معینی که بچه ها رو باید دنیا بیارن، در فولمون اینا بیشتر بچه به دنیا میارن. حتی در بیمارستان اینجا که در بیمارستان کشما به پیش رفته، اون روزها به دکترها و به ماماها و به نرس ها مرخصی نمیدن، برای که میدونن که دزیادی از زمان باردار میان برای به دنیا بودن بچه هاشون. چه جالب، اینو من نمیدونستم، خیلی چیز جالبی بود. پس توصیه کنیم به دوستان. خیلی جالب دارم اشکار میکنن که این اثرات بسیار حرکت الکترومغناطیسی ماه بر روی آدم و بر روی کره زمین چه نقشی داره؟ آره دیگه، وقتی روی کره زمین اثر میذاره، ما جزئی از کره زمین هستیم، قاعدتا باید در سیستم ما هم اثر گذار باشه. خیلی جالب بود. ما اثر میذاره، البته ما اثر میذاره، هم دیگه شدن این نوع پروتئین رو کم نجات میکنه که آدم نمیتونه بسازه، سکته قلبی نمیکنه. عجب. سوالی خیلی مسئله جالبی بود. تمام مسئله که عنوان فرمودید بسیار هوپفول بود، خیلی باعث خوشحالی. سوالی برای من مدت ها بوده، مطرح بوده و میخوام اونو با شما در میون بذارم و اون مسئله آبهای آشامیدنی هست. ایده با تاب واتر مخالف هستن، ایده میگن آبها اوکی هست، ایده با آب بطری مخالف هستن و میگن که این باتل واتر ها به خاطر مدت زمان زیادی که حالا میمونه توی این زیر آفتاب یا نمیدونم توی انبارها میمونه، آب زیاد سالمی نداره. نظر شما چی هست و توصیه‌تون؟ الان متعارف شده روی تمام بطری‌های آبی که درست بشه در دنیا، اولا هیچ کسی اینو کنترل نمیکنه، هیچ دولتی، هیچ وزارت اداره‌ای کنترل نمیکنه. شما میتونید زیر زمین خونه‌تون این بطری‌های مخصوص بیارید برای خودتون و پر کنید برای بفروشید. اکثر آبی که میاد به بازار با هم آبی شیر معمولی هستش. عجب. بعد این بعدش یه کاری که میکنن خانم شیرازی، من با سی دارم عکس گرفتم، عکس بطری گرفتم که تاریخ انقضاش، تاریخ مصرفش 4 سال دیگه هست. 4 سال دیگه. یعنی این آبا میان به قدری توش انواع مختلف مواد افسرنده میزنن که این 4-5 سال دیگه از بین نده. شما بید برای آزمایش توی 3 تا لیوان، یکی قابل بسنا بطری ها، یکی آب شیر منزل کنید، یکی آب روزخونه بذارید، ببینید که این آبی که از واسه زدید اصلا نه میگنده، نه تغییر رنگ میده، نه تغییر بو میده، هیچ چیزی میده، هیچ چیزی درش روش نخواهد کرد و این خطرناکترین چیز است. این آب خودش زیاد مسئله نیست، مسئله پلاستیکش هست که از نفت میگیرن و این صدها نو مواد شیمیایی توش هستش. حالا این سندرومی رو پیدا کردن سربازان آمریکایی که رفتن در کویت چند سال پیش،
اینا آبهای بوده که توی کامینا بوده، روز شب اونجا مونده، روزا رسیده در جرال به 50-60 درجه به شب خونک شده، برای آب خوردن. حالا این صندوق پیدا شده که تمام مواد شیمیایی که توی این چیزا پلاستیکا بوده همه کمی گرم میشه نشت میکنه توی آب. الان مشکل بسیار بزرگ سازمان بهداشتی، نه سرطان، نه ایدز، نه بیماری، فقط مسئله پلاستیک هاست. شما اگر برید تش باید برای خونتون برگشتید ببینید چه خونتون چند کیلو پلاستیک دارید، همه چی پلاستیک شده. رسمی این پلاستیک همه شما از نفت درست شده. شما میره قصابی براتون گوشت چرخ میکنه میذاره توی یه پلاستیک خیلی تمیز صافی اینا، شما برای خون میذارید، این تمام این مواد شیمیایی واسه چربی گوشت جذب میشه و برای شما مزمزر میکنید. این بلایی شده برای بشریت. اصلا نمیشه اصلا حفظش. پس شما معتقدید که آب رو چطوری بیاشامیم، از چه آبی بهتر هست بخوریم؟ یعنی همین آب شیر که تحت کنترل دولت هست، من میبینم هر چند وقت یک بار در منطقه خود من اینو تجربه کردم که گزارش آب منطقه رو برامون میفرستن که چطور آب تریت شده، درمان شده، تمیز شده و میگن که آب اوکی هست. شما نظرتون چی هست؟ تاب واتر یا باتر واتر؟ اصلا سولان آب لوکش که میشن بهتر برای روزی سولان این قانونش روز 4 دفعه کنترل میشه از میکروب ها، از سنگینی ها و از چیز دیگه، ولی آبی که توی باتری هست این کار نمیشه. باید روز 8 لیوان یا 2 لیتر آب مصرف کنیم. باید آب میدنیم مایه هستش بیرنگ و بو، مگر از بچگی عادت نکنیم به مصرف اون دیگه بزرگ نفردیم. بچه هایی که مزه چیزهای بسر نوشیدنی های دیگه رو در کدر دیگه آب نمیخورن، ولی مثل که سوال شده که چطور میشه این هشت بار آب خورد. بعد در غیره هم باید یه لیوان صبح ناشتا قبل از اینکه صبحانه بخوره، بعدش هم دو لیوان بین صبحانه و نهار، یکی موقع نهار، مخصوصا به خوابیده حتما باید یه لیوان آب مصرف بشه قبل از خواب. اگر که نمیتونن آب بخورن، من خودم مشکل داشتم در مثلا آب، الان با یه مقدار لیمو تازه شما پیش بریزید مزه شود میشه. اگر میخوایی یک کمی مربای آل بلوش بریزی و خب نباید دو لیتر آب و در یه نشست خورد. پس از افراد هستم آبی میگن من نشستم صبح یه لیتر خورده بعضی من درست نیستش، باید تقسیم بشه، باید تقدیر باید بدن برسی به تمام بدن برسی یه چیز بشه. بله سیرا بشه. من توصیه میکنم سالهای سال میگم که آب لوری کشت خیلی خیلی بهتر از آب این چیز هاست، پلاستیکی هاست، اصلا کنترل نمیشه. شما هم از امتحان بیایید یه مقدار پلاستیک بخرید رستوران بذارید آب زمزم یا هر چیزی برای بیرون بدید، هیچ چیز نمیدونید کی درست کرده، کجا اومده و چی توش هست. عجب. شما اشاره کردید به نوشیدنی هایی که بچه ها ازش میخورن. خب میدونیم که نوشابه ها خیلی بین مردم زیاد شده و استفاده میکنن با هر غذایی و دایت سودا زیاد هست. نظر شما راجع به نوشابه های رژیمی یا دایت سودا چی هست؟ این دایت هست اصولا من خیلی جالبه. مثلا من اینجا رستوران رفته بوده یه خانم اومده بوده چلو کباب و این دارم این مقداری زیادی گوشت و چیزه دیگه خورد، بعد بگفتش که برام دایت کلا بیدی. من خود به عنوان متخصص خیلی من برام تجربه هر بود که چرا دایت کلا میخورد، بعدش پرسیدم گفت برای که رژیم دارم. شما اگر دو قاشق برید کمتر بخوری، یه تیکه گوشت کمتر بخوری، بهتره که همون چیز رسال نوشید میشه در یکی خمی طبیعی داری خود بخورید. چه اشکالی توش هست؟ به مخبی کننده هست در بچه ها باعث بروزی سرطان مغز و چیز استخوان میشه. باعث چی میشه قربان؟ معذرت میخوام متوجه نشدم، صداتون دور اومد. در چیز بسیار خمده مصنوعی در بچه ها به کودکان باعث بیماری سرطان مغز و استخوان میشه. و گرفتاری بسیار بزرگ میاد. اما اومده سابقه کردن گفتن که به هیچ عنوان غذای مصنوعی وزن آدم کم نمی کنه و اصلا دلیلی درست هم نیستش. این که اصلا نباید خورد و به هیچ عنوان نباید بچه ها چیز کرده است و عادتشون داد، ولی الان متاسفانه در چیز آسیای جنوب شرقی یک نوشابه هایی هستش که اینجا هم داره میاد اومده، انرژی درینک هستش که توش تمام توش مواد افشین زیاد هستش، قهوهش به اندازه کافینش به اندازه چندین برابر یه فنجان هستش و بچه ها های میشن
و دیده شده خیلی از بچه جلوشون از دست دادن و میدن و معتاد میشن و این پر به خاطر که بچه ها دوست دارن این مصرف میکنن و اصلا جای آب نمیره. آب فقط بر حتما در روز باید تولید آب مصرف بشه، نه قهوه، نه چایی، نه چیز دیگه. جای آب رو نمیگیره. ما فرصتمون چون کم هست، میخوام از شما چند تا راهنمایی بگیرم که انشالله در برنامه بعدی هم ادامه بدیم. برای پیشگیری از بیماری قند چه مواد طبیعی رو شما توصیه میکنین که در رژیم غذایی روزانمون گنجونده بشه؟ خیلی ممنون. میدونی که خواهشی رازی چیز بیماری قند متاسفانه اپیدمی شده در دنیا، خیلی بله. زیاد شده. در آمریکا ما 21 میلیون نفر داریم که به بیماری قند مبتلا هستن. 21 میلیون و 150 میلیون نفر قند دارن. 15% ما قند بیماری قند میگیریم و 5-6% ما اصلا نمیدونیم که قند داریم. یه موقع چشمون از دست دادیم یه بلای سر اومد، متوجه میشیم که بیماری قند داریم. بیماری قند درمان پذیر نیستش، ولی کنترل میشه. هیچ کسی نمیدونه بیماری قند درمان کنه، ولی میشه کنترلش کرد. الان طب مدرن اومده از طب سنتی به صلاح یاد گرفته که چکری بکنه که بتونه قند کنترل کنه. دارچونی از بهترینشه، پودر دارچین. شما اگه در روز نصف قاشق چای خوری پودر دارچین مصرف کنید، می‌بینی قند خونتون به شدت پایین میاد. پودر دارچین مغز گردو هست. ببخشید، پودر دارچین رو چطوری در طی روز مصرف کنن؟ مثلا تو چایی بریزن چجوری؟ چایی تو چی بریز روز کنید، تو چایی بریز، تو غذاتون بریزید. ما اصلا چایی میخواییم تو چوب دارچین هستش. آه درست. پس دارچین سرکه سیب هستش که یک الان به نقش خیلی مهم بازی میکنه در پایین آوردن قند خون. شما شب عروس خوابیدن اگه یک قاشق سرکه سیب یا سرکه اپل سایدر رو با یکم آب راست رو بقاضی کنید بخورید، صبح ببینید قندتون چقدر پایین اومده. دانشمندان در پوست مرکبات ماده پیدا کردن که این باز بشه که قند خون پایین میاره. براکلی، از اونایی که براکلی و سی رو اینا قند خون پایین میاره. شلتو که برنج کردن در شمال ایران میداشتیم میسوزندیم، الان در خود لس آنجلس کپسول های داره، کپسول دونی 50 سنت دلاره و این بهترین غذای هستش که میتونه مثلا قند خون پایین بده. زردچوبه، چای سبز، سیادانه، قهوه کافئین دار، این همه شون چه خنده میارن پایین میارن. قهوه کافئین دار، قهوه کافئین دار به هیچ عنوان نبا قهوه بدون کافئین خود، برای که بهش بلیچ میزنن و بلیچ خودش باعث درسر میشه، باعث بروسرفتن پانکراس میشه که ما برای اولین بار گزارش کردیم. قهوهش الان چیز بسیار کافئین، قهوه خواستش خیلی خیلی بهتر از اونهایی هستش که کافئین ندارن. حالا چه چیزای باعث میشه از نظر خوردن اینا یه چیزی بود جلوگیری میکنه؟ گوشتای دودی ما متوجه شدن که افرادی که بیشتر کنسرو و کمپوت و سوسیس و کالباس اینا میخورن، اینا خیلی بیشتر بیماری قند میگیرن و 65% بیماران قندی ممکنه که به بیماری فراموشی یا آلزایمر دچار بشن. اینا برای همینه که باید بدونیم جلوش بگیریم. بعدش تنهایی، گوشه‌گیری، افسردگی، بیخوابی همه باعث میشه که بیماری قند رو افزایش بده. چاقی و نداشتن فعالیت بدنی هستش. بعدش یعنی عوارضش هم خیلی بده، از کار افتادن کلیه هستش، از دست دادن قوه بینایی هستش. یادم میاد قند و بهش بیماری قند و پروفسور میگفتن ام الامراض. در نتیجه فکر کنم همه بیماری ها یک ریشه. در 1552 سال قبل از میلاد مسیح یک پزشک مسیحی در باید پزشک مسیحی در باید صحبت میکنی، میگه که این بیماری که بدن خوره خود بدنش بدن خوش میخوره داده میبره. دقیقا این هستش که علامتش اینه که آدم زیاد تشنه میشه، شما بیرون میره، باید رفت دکتر، همیشه باید چک کرد. همینطور که حالش کردم میشه کنترل کرد، افراد میتونن راحت زندگی کنن، برای عمر طبیعی داشته باشن اگر بتونن کنترل کنن قند خون. بسیار عالی. همین غذایی که عرض کردم میشه قشنگ کنترل کرد. ما افراد داریم که مقدار قندشون خیلی بالا بوده، اومدم به این رژیم ها توجه کردم و تونستن کنترل. خوب شد. من سه مرحله داره بیماری قند. اولی که با رژیم میشه اونو پایین ها بود، رژیم و ورزش. دومی که با چیزتارهای خوراکی هستش. بله. دومی که دیگه نه پشتید به جایی که نیکنترول نمیشه و موقع هست که انسولین میزنن و
حاصلین مرحله آخری هستید. باز هر کدوم از این مراحل خودش میتونه تا 15 سال طول بیشه. درسته. اگر آدم بتونه خودش کنترل کنه و بتونه نگه داره. خیلی سپاسگزارم. انشالله در برنامه های بعدی بیشتر در رابطه با مسائل قند صحبت خواهیم کرد و ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتین. همیشه استفاده میکنیم. دوستان اوردر 5 جلد کتاب تغذیه سالم و بهداشت خانواده رو حتما بدید. 514-323-2174 و یا به شرکت کتاب مراجعه کنید. پروفسور خیلی سپاسگزار شما هستم. به امید برنامه بعدی در خدمت شما. امید روزایی که خیلی ممنون. ممنون از شما. خب دوستان عزیز، ما به پایان برنامه‌مون رسیدیم. با همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنم تا هفته آینده. شاد و پیروز باشید. با تشکر از اندروی نازنین در اتاق فرمان. This is Michael Moore. I am here to make a citizen's arrest of the board of directors of AIG. وال استریت. سوداوران یا سارقان. We want our money back. جامعه. طغیان یا تمکین. مدیا. تعلیم یا تحمیق. They don't want a population of citizens capable of critical thinking. They don't want well-informed, well-educated people capable of critical thinking. They're not interested in that. قرن 21. آزادی یا اسارت. دنیا، بربریت یا بشریت. خاورمیانه، دخالت‌های بشردوستانه یا کشتارهای بیرحمانه. That's our new job in the world, bombing brown people. Iraq, Panama, Grenada, Libya, you got some brown people in your country, tell them to watch the out. پزشکی، طبابت یا تجارت. They basically believe that everyone is mentally ill. Anything that psychiatrists call mental illness are brain diseases or biochemical imbalances. It's all fraud. It's just another brick in the wall.